دوستانی عزیز، از توپ 5 چمپیونات اروپایی در 4 تو از چمپیون ها معلوم شدن وطن و تقدیر لیگ یکی فرانسه تو هلانیق نیست. دیروز در عالم فوتبال حدیثه های نهایت مهم رخ دادن و در برای همه اونها کانال میدان تیجی معلوماتی پورا خواهد داد. بیاید برای دستگیری کانال زیر این ویدیو حد یقل 1,500 لایک جمع کنیم. از شما چیز نمی رود، انا برای ما موتیواسیای کلان خواهد بود. پیش از سر کردن ویدیو میخوام سمر سفرف رو تبریک گویم، زیرا اولین شده با سوال گذشته ما جواب داد. اگر خواهی که در ویدیو آینده موافقی در کامنتار نویس این صورت از کدام بازی است. در رقابت اخرون پریمیر لیگ انگلیا در این موسم توتنهم و لستر با هم قوازمایی میکنند. در حالی که توتنهم تنها برای سه خول رقابت میکنند و این بازی برایش هیچ اهمیتی ندارد، اما غلبه در آن برای لستر خیلی ضرور است. شاگردان برندن روجرز در حال شکست خوردن لیورپول میتوانند به لیگ چمپیونان روی بند، بنابراین در این بازی تمام قوای خود را صرف خواهند کرد. من به غلبه لستر باوری دارم و با اون 750 روبل ستفکه خواهم کرد، یعنی 10 دلار. زیرا عین حال اکسیه ستفکه به ریسک عمل میکند و در حال سوختن چک مبلغ به حسابتون برمیگردد. این امکانیت را از دست ندید. سلکه بازی در کامنتاریا. دروازه‌بان چلسی ادوارد مندی هنوز یک سال پیش در دسته رنی فرانسه بازی میکرد و باید اقرار شوم که من رو نمیشناختم. بسیار از مخلصان هم نمیدونستند که چنین دروازه‌بان هست و همه او رو با شرافت لمپارد شناختند. از پشت هنرنمای بدی کپا فرانک لمپارد مجبور شد که دروازه‌بان نیابد و همینطور مندی رو انتخاب کرد. همگی پس از چند روز این دروازه‌بان در فینال لیگ چمپیونان بازی میکند، اما برای فوتبالبال شدن او مشکلهای خیلی زیاد را پیش سر کرده است. من نمیدونستم در کجا کار کنم و برای بیکار بودنم دولت به من پول میداد، اما من اون رو به پورگی صرف نمیکردم. اون وقت عروسی من حامله‌دار بود و من نمیدونستم چگونه او رو تامین کنم. میدونستم که باید این مشکل رو حل کنم. دو وریان داشتم، یا به یگان دسته فوتبالی روم یا یگان کار یابم که حداقل برای روزگارمان مبلغ کار کنم. من به کارخونه ها برای کار یافتن مراجعت کردم و ما رو قبول نمیکردند. در اخیر دوستم ما رو به کار دعوت کرد، زیرا او مغازه لباسهای مردونه داشت و میخواست که من با او کار کنم. دوستم میدونست که من نیت دارم در آینده فوتبال باز شوم، بنابراین تا آخر آن روز نمیدونستم که دعوت او رو قبول کنم یا نه. خلاص پس از 8 روز به من از مارسل زنگ زدند و پیشنهاد کردند که از سنجش گذرم. از همان روز زندگی من تغییر یافت. نقل میکند مندی. این قصه رو من برای اون نقل کردم که در زندگی هیچ وقت نباید رو افتاده شد. بسیار از جوانان ما ارزوی فوتبال باز شدن دارند، اما در اولین مشکلی از ارزوی خود دست میکشند. همه مشکلی ها روی حل خود رو دارند، تنها باید از تحت دل مینات کرده حوالش رو به خدا کنیم. لیورپول که موسم گذشته چمپیون انگلیا شد، این موسم هم فاوریت اساسی به حساب میرفت. در نیمه یکم موسم شاگردان کلوب با باوری در جای یکم جدول قرار داشتند، اما ماه ینور موتور لیورپول از کار ماند و دسته یک بار به زمین زد. موقع یکم دسته را منچستر سیتی صاحب شد و شاگردان کلوب با یک عذاب به منطقه لیگ چمپیونان راه یافتند. عین حال مرسیسایدها در جای چهارم جدول قرار دارند و باید در این موقع باقی مانند. برای ضرور است که آنها امروز کریستال پلاس را شکست دهند. در پرس کنفرانس پیش از بازی ژورنالیستان صاحب هنرنمای بدی موسم را از کلوب پرسیدند. این سوال را قریب هر هفته به ترنر لیورپول میدهند و او آلکای خسته شده است. کلوب خود را این بار داشته نتوانست و با غضب به ژورنالیست چنین جواب داد: اگر سیتی هم مثل ما سه حمایتگر اساسیاش را از دست میداد، پس چمپیون نمیشد و در لیگ چمپیونو به فینال نمیبرآمد. آنها هم مثل ما موسم بیبرو را پیش سر میکردند، پس شما از ما چی را انتظارید؟ کلوب درست میگوید، اما سیتی رو مثال آوردن از جانب او عمل خوب نبود. بهتر میشد که یورگن فقط پرابلم های دسته خود رو حل و فصل میکرد. شما در این باره چی فکر دارید؟ حتما در کامنتار نویسید. دیروز یک بار در دو چمپیونات مشهور اروپایی موسم به پورگی انجام یافت، در لالیگا و بوندسلیگا. در چمپیونات آلمان چند دور پیش از انجام اوکای همه چیز معلوم بود، انا در اسپانیا باشد اینتریگا تا دوری اخرون دوام کرد. برای بارسا بازی اخرون تنها برای باقی ماندن در جای سیوم بود و یکان معنا نداشت، گویم هم خطا نمیکنیم. بنابراین کومان پدری و میسی رو پیشکی جواب داد تا آنها به استراحت روند. به ستاره اساسی خود کاتانی ها با گل زده گریزمان غلبه کردند و موسم رو در جای سیوم به انجام رسانیدند. یکگونه جایزه آنها در این موسم جام اسپانیا میباشد. در لالیگا 100% انیق بود که دسته مادریدی چمپیون میشود، یا اتلتیکو یا اینکه ریال. فرقت بین این دستهها همگی دو خول بود. در دقیقه 18 بازی والیدولید گل زد. در این وقت در مادرید راموس و مارسلو که در کرسی احتیاطی نشسته حساب بازی رو میدیدند خیلی خرسند شدند، اما پس از دو دقیقه دسته اونها هم گل سر داد.
در دقیقه 57 اتلتیکو ایسوی بازی رو برابر کرد. انا پس از 10 دقیقه باشد سوارز گل غلبه آور اتلتیکو رو زد. ریال در این وقت هول هم 1-0 شکست خورده ایستاده بود. تنها در آخری بازی بنزما حساب رو برابر کرد و مودریچ باشد پس از 5 دقیقه دیگر گل غلبه آور رو زد. هر دو مادرید ها غلبه کردند، اما اتلتیکو که دو خول پیش بود پس از 7 سال بار دیگر در لالیگا چمپیون شد و همش با شرافت لوئیس سوارز. سوارزی که سال گذشته از بارسلونا روی راست پیش کرده شده بود، او را پیر گفتند و بیچاره را با گیره از در بیرون کردند. او به پول به اتلتیکو گذشت و این دسته را چمپیون کرد. انا این را عدالت فوتبالی میگویند. اگر سوارز نبود اتلتیکو چمپیون نمیشد، زیرا طبق استاتیستیکا در 11 بازی سوارز گل غلبه آور زده است، یعنی ماس لوئیس این دسته را غالب لالیگا کرد. پس از بازی حملگر اوروگوئه اشک چشمانش را نگاه داشته نتوانست و در اینترویو الامیدلش را خالی کرده چنین گفت: بارسلونا مرا قدر نکرد، اونها مرا سال گذشته پس زدند و شرمندهوار مرا پیش کردند. انا اتلتیکو باشد درهای خود را به من کشد، به من امکانیت داد. من همیشه از روبریت اتلتیکو مینیادورم، زیرا به من باور کردند. رونالد کومان با زنگ تلفنی سوارز رو پیش کرده بود و بعدن گفت که سوارز علاقه از 30 ساله بالا است و باید آنها در دسته تغییرات کنند تا نتیجه ها بهتر شود. در نتیجه نتیجه های اتلتیکو بهتر شد. تشکر با کومان و بارتامیو برای چمپیونی اتلتیکو. دوستان، شما درباره این حالا چی فکر دارید؟ حتما در کامنتر نویسید. با من تمام. امیدوارم که برنامه امروز به شما پسند آمد و علاقه لایک قیمت بهای خود رو گذاشتید. با شما بودم من میرزا یورگیروف. خیلی